دوستان سلام خیلی خوش اومدیم به قسمت دوم از سری ویدوی آخر بازی که باید بدانید که میخوایم با استراتژی های برد در آخر بازی شاه و پیاده آشنا بشیم نسبت به قسمت قبلی سری پیاده هم برای سفید هم برای سیاه به صفحه اضافه میکنیم و میخوایم ببینیم استراتژی های برد چیا ها هستن و چجوری میتونیم در وضعیت های برنده برنده بشیم و یا حتی سری تکنیک های دفاعی رو هم یاد میگیریم بریم سراغ صفحه شطرنج به وضعیت اولمون تو وضعیت اولی که میخوایم با هم دیگه ببینیم این وضعیت رو داریم که نوبت با سیاه هست. از این جوابت سیاه میتونه به دو طریق این بازی رو ادامه بده که یکی از این روش ها به مساوی منجر میشه و با یه روش دیگه خیلی راحت میبره روشی که بازی مساوی میشه روشی که سیاه عجله میکنه و با پیاده جیش بازی میکنه به عنوان مثال حرکت جی 5 رو بازی میکنه و تو این وضعیت قانون آمپاسان وجود داره سیاه پیاده رو دو تا و کنار پیاده حریف قرار داده و سفید میتونه با اچ در جیشش پیاده سیاه رو بزنه و این وضعیت مساویه اگه یادتون باشه ما تو قسمت قبل شاه و پیاده مقابل شاه خیلی بررسی کردیم و یکی از بدترین پیاده برای وزیر شدن پیاده ستون رخه که ما خیلی به این موضوع اشاره نکردیم اینجا میخوایم ببینیمش پیاده ستون رخ کمترین احتمال رو برای وزیر شدن داره و شاه سفید تنها کافیه که به خونه اچ یعنی خونه ارتقا برسه و بازی مساوی خونه کلیدی هم اینجا هیچ معنایی ندارن خونه کلیدی پس برای پیادای ستون رخ نیستن خونه کلیدیش رو میتونیم این خونه اچ رو نام ببریم یعنی اگه شاه سفید به خونه اچ برسه میتونه بازی رو مساوی کنه حالا من سه خونه دیگر رو هم اضافه میکنم این سه تا خونه اگه شاه سفید به این سه تا خونه هم برسه بازم مساویه چون در نهایت میتونه به خونه گوشه برسه و میخوام دو تا خونه دیگر رو هم اضافه کنم اگه شاه سفید به این شش تا خونه برسه بازی مساویه پس متوجه میشیم که پیاده رخ یکی از بدترین پیاده ها برای وزیر شدن و شانس های مساوی خیلی بالاست حالا ما این وضعیت رو ادامه میدیم ببینیم چجوری ممکنه بازی پیش بره سفید تو این وضعیت شاه سیسه میکنه میخواد خیلی سری خودش رو به یکی از این شیشتا خونه برسونه تا بتونه بازی رو مساوی کنه دقت کنین که مربع پیاده رو اگه رسم کنیم شای سفید تو مربع است پس روندن پیاده برای سیاه فایده نداره در نهایت شاه سفید به پیاده میرسه برای همین منطقی تره که با شاه شروع کنه حرکت کردن شاید بتونه تا جیدو برسونه خودش رو و پیادهش رو بتونه در نهایت وزیر کنه شاه دیسه شاه جی شاه اید و شاه چیسه و تو این وضعیت سفید خودش رو به خونه کلیدی F1 میرسونه و در نهایت میتونه بازی رو مساوی کنه. از اینجا بعد سیام میتونه دو مدل بازی کنه یکی اینه که پیادش رو برونه. دوباره برم گریم دقیقا به این وضعیت اگه بخواد پیاده رو برونه شاید سفید میرسه به خونه گوشه و بازی مساویه. اینجا دیگه سیاه هیچ کاری نمیتونه انجام بده و به خاطر ایده های پاتی بازی مساوی میشه به فرض اینجا کیش بده در نهایت مجبور میشه پیاده رو برونه و بعد از شاید چکم کاری سیا نمیتونه انجام بده اگر از پیاده دور بشه پیاده رو از دست میده و اگرم شاه اچ سه بازی کنه بازی مساوی میشه پس بازی مساوی میشه اگه شاه حریف به خونه ارتقا برسه شاه مدافع به خونه ارتقا برسه شاید بگین سیا اینجا میتونه شاه H2 کنه که نظرش شاه سفید به خونه ارتقا برسه ولی سفید بازم به خونه کلیدی رسیده این دو خونه هم کلیدی هم. کافیه همینجا منتظر بمونه سیاه پیاده رو میرونه همینجا سفید منتظر به محض اینکه به عنوان مثال شاه سیاه بیاد بیرون سری میره که خونه گوشه ای رو بگیره و اینجا سیاه مجبور دیگه بیرون بیاد چون اگه اون تو بمونه نمیتونه از سر راه پیادش بیاد کنار که پیادش رو برونه و اگرم بخواد خیلی دیگه مقاومت کنه پیادش رو بازم برونه بازم بازی پات میشه سیا خودش خودش رو پات میکنه و این وضعیت هم مساویه و حالا برگردیم به وضعیت اولیه بازی که سیا حرکت بد جی پنج رو بازی کرد اینجا عجله کرد پیادهش را از دست داد دیدیم پیاده ستون رخ پیاده خوبی نیست و احتمال مساوی خیلی خیلی بالاست حالا استراتژی برد اینجا چیه استراتژی برد حرکت شاه g 8 خیلی راحت میخوایم دور بزنیم و از سفید خیلی خیلی سریعتریم و میتونیم پیادهش رو خیلی زود بزنیم و دو پیاده مقابل شاه تنها برد خیلی راحته مثلا شاه c 4 شاه ف 7 شاه f 6 و پیاده رو میزنیم و دو پیادهمون وزیر میشه یا یکی شاید وزیر میشه و سیا خیلی راحت پرنده است حالا بریم سراغ وضعیت بعدی ما تو هر مثالی که داریم حل میکنیم یه استراتژی جدید رو یاد میگیریم و با یه نکته جدید آشنا میشیم به این وضعیت خوب دقت کنیم که سفید یه برتری خیلی بزرگ داره و اونم داشتن پیاده رونده خارجیه خب این پیاده چرا پیاده رونده است به خاطر اینکه سر راهش هیچ پیاده حریفی وجود نداره الان پیاده جی پیاده رونده نیست به خاطر اینکه پیاده جی 5 متوقفش کرده همچین اگه پیاده جی 5 هم نبود پیاده جی 4 رونده نبود به خاطر اینکه اون یکی پیاده داره سر راهش رو کنترل میکنه پس نه تنها تو ستون روبروی بلکه تو ستون های کناری هم حریف نباید پیاده داشته باشه تا پیاده ما یه پیاده رونده باشه مهم نیست اگه اسب و فیلو مهرهای دیگر رو سر را داشته باشه پیاده ما رونده باقی میمونه مهم اینه که سر راش پیاده ای نباشه حالا چرا پیاده رونده خارجی اسمشه به خاطر اینکه پیادهایی که قرار وزی بشن این چهار تا پیادن و قسمت اصلی و بازی سمت راست صف و این پیاده ها اتفاقا قراره که قربانی بشن اینا قرار نیست وزیر بشن چون شاه سیاه میرسه و جلوشونو میگیره ولی برای بردما ما این پیاده رونده خارجی خیلی مهمه اگه این سمت و قسمت اصلی در نظر بگیریم اون یه پیاده رونده خارجی سمت کنار صفه است نزدیکتر به ستون آی بازیه و سفید استراتژیش تو این وضعیت اینه که شاه سیاه رو منحرف کنه به سمت چپ و خودش بره سمت راست و پیاده های حریف رو بزنه و برنده بشه پس حرکت خوب برای سفید تو این وضعیت بی شیشه. پیاده داره به خونه بی هفت میره سیاه حرکت به خصوص اینجا نداره شاه سی 6 و سفید پیادهش رو یه دونه دیگه هم میرونه و پیاده خودش رو قربانی میکنه شاه در بی هفت شاه در دی پنج و شاه سیاه به خاطر اینکه ما پیاده رونده خارجی داشتیم کاملا از جریان اصلی بازی خارج شد و حالا سیاه فرقی نمیکنه این ما که خیلی سریع داریم میریم پیاده بزنیم شاید منطقی ترین باشه که سیاه هم بیاد برای پیاده ما ولی سیاه کاملا بازنده است پیاده اول از زدیم پیاده دوم را هم خیلی راحت میزنیم اینجا هیچ کدوم از این دو حرکت فرقی نمیکنه شاه h 5 شاه g 3 پیاده رو میزنیم پیادهمون رو میزنه و خونه کلیدی که مشخص متعلق به سفیدن و شاه حریف پشت پیادهمون خیلی راحت سفید اینجا میتونه بازی رو ببره و دیگه شاه سیاه به پیاده ما نمیرسه پس تو این مثال با اهمیت داشتن پیاده رونده خارجی آشنا شدیم که به ما کمک از شاه حریف رو منحرف کنیم خودمون بریم سراغ پیاده دیگه و پیاده های حریف رو بزنیم حالا بریم سراغ وضعیت بعدی تو این وضعیت هم میبینیم که پیاده ها کاملا مساویه ولی سفید یه برتری دو بر یک اون سمت صفه داره و میتونه پیاده رونده درست کنه فعلا هیچ کدوم از این پیاده ها رونده محسوب نمیشن به خاطر اینکه این پیاده که با پیاده متوقف میشه و این پیاده هم سر راش پیاده هریک وجود داره ولی با این برتری دو بر یکمون میتونیم پیاده رونده بسازیم و استراتژیمون شبیه مثال قبلی شاه حریف و مجبور میکنیم بره سراغ پیاده رونده ما که داره وزیر میشه و بعد میریم این پیاده رو میزنیم و این یکی پیاده رو وزیر میکنیم در نهایت با وزیر کردن این پیاده به احتمال خیلی زیاد قراره ببریم و تو این وضعیت حرکت مهمی رو باید بازی کنیم سفید فقط و فقط یک حرکت برنده داره و اونم جیس است اگه حرکت H سر رو بازی کنیم در نگاه اول به نظر منطقه میاد چون میخوایم G4 کنیم و پیاده رونده بسازیم ولی سیاه با حرکت H4 وضعیتش رو برنده میکنه. H4 هر دو تا پیاده ما رو متوقف کرد. دیگه نمیتونیم G4 کنیم به خاطر اینکه سیام پاسان میکنه و پیادهش وزیر میشه. پس بعد خیلی مراقب باشیم این وضعیت سیاه برنده است. باید با شاه بازی کنیم و این دفعه شاه سیاهه که میاد تو و پیاده میزن و سیاه برنده است. پس خیلی مراقب باشیم. جی س حرکت درسته. سیاه حرکت خاصی نداره. فرض کنیم شاه دی 5 و حالا اچ 3. میخوایم جی 4 کنیم و دیگه اون اچ 4 و اینا هم سیاه نداره چون خیلی راحت پیاده رو را میزنیم. آن پاسانی دیگه وجود نداره. و اینجا سه کاری نمیتونه انجام بده اگه بخواد منتظر بمونه جی 4 پیاده روندمون درست میشه اگه بخواد بره اون سمت بازم میرونیم و دیگه اینجا الکی پیادهمون رو میتونیم نرونیم و پیاده حریف و بزنیم شاه F5 شاه B5 شاه در G5 شاه در A5 پیادهمون پیاده, پیاده ستون رخ پس مراقب باشین سری شاه برسونین به خونه کلیدی ولی شاه اینجا خیلی دوره و شاه B7 و همه خونه کلیدی کنترل شدن و حالا پیادهمون رو میرونیم و پیادهمون وزیر میشه و این وضعیت برای سفید کاملا برنده است. میرسیم به این مثال که مثال جالبیه اول ببینیم شاخه برنده برای سفید چیه و بعدا راجبش صحبت میکنیم چون تو بازی نمیتونیم همینطور حرکاتو بریم ببینیم در نهایت میبریم یا میبازیم پس باید قبلش بررسی انجام بدیم ولی الان چون حالت تمرین داره شاخه رو بهتون الان نشون میدم تو این وضعیت حرکت شاه سیسه سفید میبره در نهایت بازی رو به پیاده c 4 داریم حمله میکنیم تنها راه سی که از پیادهش کنه شاه دی 5 اگه پیاده رو از دست میاد که بازنده بود و اینجا حرکت پیادهمون بسیار مهمه g 3 برنده g 4 بازنده پس تو این وضعیت حرکت g 3 رو بازی میکنیم سی اگه بخواد شاه و تکون بده پیاده رو از دست میده و مشکل اصلی دو طرف همینه اگه مجبور بشن شاهاشون رو تکون بدن پیاده هاشون از دست میدن مثلا شاه بره ایشیش پیاده از دست میره شاه بیاد ایچار پیاده از دست میره و سیاه مجبور بازم با پیاده بازی کنه و بعد از جی چار سیاه رو تو زگزوان قرار میدیم یعنی وضعیتی که سیاه از خوداشه مراش و حرکت نده و از نوبتش استفاده نکنه ولی متاسفانه نوبت باهاشه و خوشبختانه به نفع ما و مجبور رو خونه بدی جابجا کنه مثلا شاه ای چار و بالاخره پیادهش رو میزنیم و پیادهمونم، وزیر میشه پیاده و وزیر میشه دیگه از مربعش شاه سیاه خارج شاه F5 و پیاده وزیر میشه و سفید کاملا برنده است حالا برگریم به وضعیت کاملا اولیه تو این وضعیت دیدیم که شاه سیسه میبره ولی قبلش قبل از حرکت دادن هر مهره باید بدونیم که شاه سیسه برنده است با خودمون میگیم شاه سیسه سیاه مجبور شاه دی 5 کنه و حالا جیسه خوبه چون بعد از جی 5 جی 4 میکنیم نوبت حریف میشه و میبریم پس بعد اینجوری حتما محاسبه کنیم مثلا یه شاخه بازنده رو برای سفید ببینیم شاه سی سه، شاه دی پنج اگه اینجا جی چار کنیم بازی رو میبازیم چون سیاه جی پنج میکنه نوبت ما میشه تو زگزان قرار میگیریم هر خونه بریم پیاده رو از دست میدیم سیاه پیاده رو میزنه و یه جای میره این پیاده رو میزنه و سر میاد تو خونه کلیدی اون یکی پیادهش ما مجبوریم بیایم وقت تلف کنیم و این یکی پیادهش رو بزنیم و سیاه تو این وضعیت کاملا برنده است ولی خب دیدیم که سفید میتونه خیلی راحت با حرکت جیسه این وضعیت رو ببره چون سیاه در زوگزان قرار میگیره و پیادش رو از دست میده و سفید میبره بازی رو بریم سراغ وضعیت بعدی تو این مثال با یه برتری دیگه در آخر بازی شاو پیاده آشنا میشیم تو این وضعیت سفید یه برتری بزرگ داره و اونم پیاده رونده محافظت شده است این یه برتری برای سفید محسوب میشه و وضعیتش رو برنده کرده شاه سیاه کاملا فلج شده و مجبور مقابل پیاده ما بمونه وگرنه پیاده ما وزیر میشه اگه بخواد شاه سیاه خیلی دور بشه و اینه که برتری رو به سفید داده سیاه نمیتونه پیاده رو بزنه به خاطر اینکه پیاده محافظت داره و اینجا سفید خیلی راحت میتونه بره به همه پیادا رو بزنه برگرده این سمت بازی رو ببره سفیدم استراتژی خوبش زدن پیادای سیاه اگه بخواد بیاد این سمت بازی کنه خب پیادای سیاه رونده میشن و بالاخره مجبور میشیم برگردیم پس بهتر از همین الان شاه دیسه شاه سی شیش، شاه ای چار بریم برای پیاده شاید منطقی تر باشه که سیاه با شاهش بازی نکنه درسته شاه بیاد سری سعی سر کنی پیاده رونده درست کنه باید مراقب تاکتیک ها هم باشیم همیشه میدونیم وضعیت برنده است ولی باید مراقب باشیم اچ چهار شا اف چار اینجا سیاه خیلی راحت بازنده میشه جی بازی میکنه ما میتونیم پیاده رو بزنیم اچ بازی میکنه اینا رو خوب بعد از قبل نگاه کنیم بعد اینجا سفید شا اف میکنه و تو مربع پیاده هست و به پیاده میرسه نگرانی نداریم بیاد پایین ما میریم میزنیمش و اگرم با شاه بازی کنه میریم دور میزنیم پیاده رو میزنیم هیچ مشکلی نداره یا حتی جی 4 میکنیم که بریم پیاده رو بزنیم و سفید خیلی راحت اینجا برنده میشه دقت کنین که شاه سیاه اگه بخواد به محض اینکه پشت پیاده ما بره پیاده ما میره به سمت وزیر شدن و دیگه شاه سیاه به پیاده نمیرسه پس سفید خیلی راحت برنده است مثلا اینجا هم فرض کنین بعد از اینکه پیاده رو زدیم سیاه پس گرفت اینجا هم کافیه شاهمون رو برسونیم و این وضعیت برای حالا من خواستم خیلی مقاومت کنم سیاه مجبور برگرده شاه ای شیش شاه دی پنج میتونیم پیاده رو برونیم شاه سی پنج پیاده بعدی رو هم میزنیم و با دو پیاده خیلی راحت میتونیم این بازی رو ببریم پس تو این مثال چی رو یاد گرفتیم؟ پیاده رونده محافظت شده یه برتری بزرگ محسوب میشه چون سیاه و مشغول خودش میکنه و ما با شامون هر کاری شاید بتونیم تو بازی انجام بدیم و وضعیت رو در نهایت میبریم. به مثال خیلی جالبی میرسیم که به نظر من خیلی احتمالش بالاست تو بازی واقعی این وضعیت رو خراب کنیم. نوبت با سفیده و این وضعیت برنده است ولی سفید باید مراقب باشه به نظر میاد سفید هر چیزی که میخواد و داره ساختار پیاده بهتر ساختار پیاده سیاه دوبله پیاده رونده خارجی که میتونه شای حریف رو منحرف کنه و ما رو به سمت پیاده حریف راهنمایی کنه و خیلی راحت بریم پیاده بزنیم تو این وضعیت سفید باید مراقب باشه به نظر میاد حرکت واضح برای سفید پیاده به خونه f 4 ولی سیاه میتونه خیلی زیبا این وضعیت رو مساوی کنه اگه بخواد پیاده رو بزنه اتفاقا سفید برند است به خاطر اینکه شاه در دی چار بازی میکنیم و حرکات بعدی هم زدن پیاده سیاه خواهند بود و سفید بازی رو میبره ولی سیا اینجا حرکت واقعا غیر منتظره شاه دی پنج رو داره و بازی مساویه تو این وضعیت هیچ حرکتی جز روندن پیاده نداریم اگه بیای مقب خب سیاه میبره بازی رو واقعا بازی رو میبره باید F5 بازی کنیم حالا شاه e میکنه حرکت جز F6 نداریم تو این وضعیت پیاده رو میزنه و به ما اجازه ورود نمیده با حرکت شاه ای 6 پیاده های دوبلش به کمکش اومدن اگه پیاده آ 6 بود سفید میبرد به خاطر اینکه میرفتو و پیاده های سیاه رو میزد و اینجا سفید هیچ راهی برای نفوذ نداره شاه ای 4 شاه دی 6 مجبوریم حرکت تکرار کنیم اگه بریم اون سمت دنبال دردسر میگریم چون سیاهه که میاد پیاده های ما رو بزنه و اینجا سیاه ممکنه برنده باشه برای همین مجبور میشیم حرکت تکرار کنیم و هیچ وقت راه ورود نداریم برای همین حرکت F4 که به نظر حرکت خیلی واضحی میاد حرکتیه که سیاه رو نجات میده F4 شاه D5 سیاه مساوی میکنه و حرکت خیلی خوب برای سفید F6 تو این وضعیت و حالا که حرکت انجام شده کم کم به نظر همه واضح میاد که F3 حرکت خیلی خوبیه اگه شاه F4 بازی بشه پیاده رو میزنیم و میریم بقیه پیاده رو میزنیم و اگه شاه دی 5 بازی بشه حالا F4 و سیاه تو وضعیت خیلی بدی قرار گرفته مجبور شاهش رو ببره هیچ حرکت دیگه ای نداره E5 کنترل شده فرض کنید شاه E6 حالا میتونیم پیاده رو بزنیم شاه F5 میتونیم بریم بقیه پیاده رو بزنیم و یا حتی اگه دوست داریم میتونیم از پیاده دفاع کنیم. چجوری حالا سیاه میره عقب میتونیم بعدا پیاده رو رها کنیم دیگه میل با خودتونه اونجا میتونستیم بریم سراغ پیادهاش میتونیم بریم جلوتر این آخر بازی شا و پیاده ما میدونیم مصایی ولی ما نمیخوایم اینو وزیر کنیم میخوایم اینجا بریم سراغ بقیه پیادهاش یه جورای بیشتر حریف و زجر دادیم فکر کنم اون قبلش هم خیلی راحت میتونستیم ببریم و اینجوری میتونیم بازی رو ببریم اینجا میتونیم حتی شابی اف کنیم اینجا دیگه همه میتونیم ببریم و از روش های واقعا مختلفی وجود داره میتونیم دو پیاده رو با هم ببریم جلو میتونیم یه پیاده رو ببریم و اینو من به شما اعتماد دارم که میتونید در نهایت تو بازیاتون این وضعیت رو برای سفید ببرید البته تا آخرین لحظه دقت رو انجام بدین و یادتون نره که باید دقت کن چون همیشه شانس تو شطرنج وجود داره خب به وضعیتی میرسیم که ما مهره سفید رو داریم و میخوایم حرکت دفاعی رو پیدا کنیم این بار ما که اوزامون اصلا خوب نیست شاه سیاه داره میاد بیچار داره پیادهمون رو میزنه و پیادهش رو وزیر میکنه دقت کنین که خونه کلیدی پیادهش هم این ستا میشن و سیاه اگه پیاده آچار ما رو بزنه شاهش تو خونه کلیدی هست و, و سیاه برنده است شاه ما هم که اوزاش اصلا خوب نیست از ماجرا پرته فرض کنین اگه بخوایم شاه دیدو بازی کنیم این وضعیت برای سفید بازنده است شاه بی چار و شاه سیدو پیاده رو میزنه و در نهایت پیادش رو وزیر میکنه چون جایگاه شاه پیادش هم عالیه و برای برد کافیه تو این وضعیت سفید یه حرکت خیلی جالب داره اگه دوستان خودتون رو این وضعیت ها میتونید فکر کنین من آخر ویدام یه تمرین بهتون میدم که اون تمرینم تمرین جالبی تو این وضعیت سفید میتونه از ایده پیاده ستون رخ استفاده کنه و حرکت خیلی خوب آ پنج رو بازی میکنه سیاه مجبور پیاده رو بزنه چون پیاده آشیش بره آهف آهش وزیر سفید برنده است برای همین سیاه مجبور میشه تو این وضعیت پیاده آ پنج ما رو بزنه حالا پیادهش رو مجبور کردیم که تو ستون رخ بره و این ایده یه که مساوی رو برای ما درست میکنه حالا کافیه به یکی از این شش تا خونه برسیم که با یه محاسبه ساده میبینیم میرسیم شاه دیدو شاه بی سه شاه سی یک و سفید مساوی میکنه شاه بی سه شاه سی یک و اگه بخواد پیاده برونه ما میرسیم اگه اولش هم میخواست با پیاده روندن شروع کنه ما هم سریع میرسیم به خونه ارتقا و اینجا چیکار کنه شاه آدو هم گفتیم فایده نداره کافی همینجا منتظر بمونیم اگه سیا رفت بیرون که سری میایم ولی اگه اینجا منتظرمون ما هم منتظرمونه منتظر بمونه حرکت تکرار میشه پیاده برونه به سمت پاتی پیش میره اگه دیگه بازم پیادهش رو برونه بازی پات میشه پس این هم از این مثال که حرکت دفاعی رو پیدا کردیم بریم سراغ مسئله بعدی خب میرسیم به مثال و تمرین آخرمون که نوبت با سفید و سفید تو این وضعیت برند است خب یه پیاده جلو داریم دو پیاده این ور داریم سیاه یه پیاده داره که مشخص خیلی راحت سفید میتونه پیاده حریف رو بزنه پیاده امون هم طبیعتا دارن رو به بالا حرکت میکنن تو این وضعیت اگه بخوایم عجله کنیم و پیاده اچ سر رو بزنیم انگار که به تهدیدات سیاه توجهی نکردیم سیاه حرکت شاه سی پنج رو بازی میکنه و بازی مساویه حرکت بعدی پیاده رو میزنه و بعدش هم میره اون یکی پیاده رو میزنه آ چهار شاه در سی چهار این شاخه هم هیچ فایده ای نداره و سیاه به پیاده ما میرسه و در نهایت بازی مساوی میشه پس سفید نباید اجله کنه و پیاده ایچ رو بزنه. اینجا سفید از تاکتیک و ایده جالبی استفاده میکنه و اونم حرکت آ4. حالا سفید آماده است تا حرکت شاه سی پنج رو با حرکت آ5 پاسخ بده. شاه سی پنج آ5 و سیاه نمیتونه پیاده سی 4 رو بزنه چون پشت پیاده ما میفته و پیاده ما وزیر میشه. مثلا شاه در سی 4 آ 6 و مربع پیاده کوچیک کوچیک شده و سیاه نمیتونه تو نوبتش وارد این مربع یا روی مرز بشه برای همین آچار خیلی ایده جالبیه و شاه سی پنج رو آماده ایم که آ پنج کنیم اگه شاه سی پنج نکنه چی مثلا شاه بی شش بیاد رو میزنیم حالا دیگه داریم شاه رو میاریم کمک اگه این ور بیاد سی پنج بازی میکنیم دقیقا با همون ایده بازم هم نمیتونه پیاده پشتی رو بزنه اگه سی پنج بیاد آ پنج بازی میکنیم فرض کنیم برگردیم اول بعد از حرکت آ 4 حرکت شاه c رو بازی کنه و ما با a5 پاسخ بدیم حالا شاهش گیر کرده پیاده c4 رو نمیتونه بزنه مجبور بره بالا هیچ حرکت دیگه ای نداره و تو این وضعیت ما پیاده h رو میزنیم اگه شاه c5 کنه شاهمون رو نزدیک میکنیم نگران پیاده پشتی نیستیم چون پیاده جلوی وزیر میشه وضعیت مهم وضعیتیه که سیاه شاه b7 کنه دقت کنین تهدید تو وضعیت به وجود اومد اونم حمله به پیاده جلویی. اگه حرکت شاه آشیش رو بازی کنه سیاه میتونه مساوی کنه حرکت مهم تو این وضعیت سی پنج تنها حرکت برنده برای سفید بود بازم آماده میشیم اگه آشیش رفت سیرشیش کنیم اگه سیرشیش رفت آشیش کنیم و دوباره وضعیت رو برنده کنیم اگه هیچ کدوم از این نیاد شاه و نزدیک میکنیم یعنی اگه فرصت گیر بیاریم شاه و نزدیک میکنیم اگرم خیلی بهمون اجازه بده هی hey, با شاه بره عقب یا بیدقتی کنه پیادامون رو میبریم جلو البته ما هم باید دقت کنیم که ما ایدف بازی رو مساوی نکنیم و برده از دست ندیم فرض کنیم شاه آشیش میتونیم سیشیش بازی کنیم که نتونه پیاده پشتی رو بزنه و خیلی زیبا این دو پیاده با همدیگه هماهنگن اینجا طبیعتاً آشیش نمی‌کنیم پیاده رو بزنه سیشیش نمی بره پیاده رو بزنه اینجا هیچ کاری نمی‌کنیم. شاهون شاه و نزدیم. اگه بره شاه بی هشت اون موقع آشیش می کنیم. و اگه شاه بی هشت بره دیگه کاملا بازنده سا دیگه اینجا اصلا باخت بازی رو چون اگه این سمت بره این پیاده رونده میشه یا این سمت بره پیاده رونده میشه اینجا بیاد این پیاده رونده میشه وزیر میشه دیگه خیلی رفت عقب اینجور موقع مجبور همین جاها بمونه ما دیگه دست به پیاده هامو نمیزنیم شاهو نزدیک میکنیم و در نهایت هم بازی رو خیلی ساده میبریم همیشه مراقب پات باشیم پیاده رو زود آوردین داخل وزیرش کردیم بازی پات نشه پس به نکات دقت کنین خیلی راحت این وضعیت برای سفید برنده است خب به پایان این ویدیو هم رسیدیم امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه سعی کردم نکات خیلی مهم و پایه رو با هم دیگه کار کنیم تو قسمت آینده شاید بازم نمونه از آخر بازی شاپیاده ببینیم پس کاملا تموم نشدن ممکنه بازم ببینیم به عنوان تمرینم این مثال رو براتون آوردم که نوبت با سیاه و این وضعیت رو میبره و برام اگه دوست دارین جوابشو بنویسیم من بهتون میگم که جواب درسته یا نه حداقل دو حرکت یا سه حرکت بنویسیم. برای من کفایت میکنه و متوجه میشم باز اگه دوست داشتن توضیحات بیشتر بدینم هیچ مشکلی نداره و میتونیم راجع به این وضعیت ها هم صحبت کنیم پس سیاه شروع و میبرد نوبت با سیاهه خیلی ممنون که تا پایین ویدیو همراه بودین لطفا ویدیو رو لایک کنید و اگه به شطرنج علاقه مندین و کانال من رو سابسکرایب نکردین این کار رو هم میتونین انجام بدین تا ویدیوی بعدی و قسمت بعدی خدا نگهدار